اسم مسجد کله است، از ولایت کندهار آمده ام اینجا خواجه غلطه. معرفی بکنه. احمد فقری هستم از ایران. دیگه ای استاد خواجه صاحب عبدالله انصاری مبارک هم است. دیوال خواد دیوال خورست درد که نکن؟ نه انشاءالله نه دستم بودم. چی احساس داری موقعی که قلمه خورم؟ به چی فکر میکنه؟ طرف اولش خودم قلبم خود دیگه خود به خود قلب خود مری. در بین مردم هرات به نام خواجه غلطان معروفه و قبلا در ولایت غزنی که بودم شنیده بودم که گزارت است که میرم تو در سنگ سرت مگذره و... بشین چند دقیقه بشین. به نام خداوند بخشنده و مهربان با عرض و سلام و درود خدمت شما بینندگان نهایت عزیز، امیدوارم در هر کجا که هستین شاد و تندرست و سلامت باشین. دوستان بیننده، به یکی از برنامه دیگر از کانال یوتیوب هرات بانام خوش اومده و ما امروز اومدیم به یکی از زیارت‌های مشهور ولایت هرات به نام خواجه غلطان ولی که اکثر دوستان در مورد این بزرگوار حتما به گوش اینا چنین اسم رسیده، ولی متاسفانه شاید بعضیا آماده باشن ولی بیشتر کسانی که در باره نام ازش شنیده تا حال به این مکان نیامدن. اسم مسجد کله است، از ولایت کندهار آمده ام اینجا خواجه غلطان زیارت. سید کله شاند موقعی که شما اونجا خود رو گذاشتین؟ بله. خود شما خود رو قلب می دادیم یا نه؟ نه، اول الحمدلله خوانده میشه با سه تا کلولک می خوانی، بعد از اینکه یک دفعه خود امید تو مندازی باز سر به خود هیچ به خود نمیفهمی اوتوماتی. آه اوتومات امید تو روان میشه. چی احساس کردیم موقعی که شما قلب می داد و اینجا آمدیم؟ هیچ نفهمیدم، من در فکر بودم که من تو سید روان هستم، اما هیچ تو احساس نمی کردم که من تو میرم باز تو کجا آمدم. دیگه وقتی که چمایم باز کردم یک کمک که سرم تو چرخ میخورد دیگه لحالت عادی بودم. کدام آرزوی چیزی هم در دل خود میکنه موقعی که حتما دیگر انسان در دل یک خود یک چیز میگیره دیگر. هرات چگونه دیدیم شما؟ بسیار یک جای خوب است، بسیار تو مردم ها که میبینه بسیار خوشی است اینجا و هر کس هم تو عزادانه گشته میتونه خوب جای است. نجیب الله شما از ولایت غزنی محترم. نجیب الله جان چند روز به هرات اومده؟ یک دو روز سه روز میشه میشون. خب در مورد اینجا به شما چی معلومات دادن؟ خواجه غلطان ولی شخص است، اولیای خداست، ولی خداست، از غزنی اومده طرف اینجا. می دفعه قلب بدم، می دفعه از نزدیک خودم رو ببینیم، دیدن دیده بودم خودم از نزدیک یک دفعه. این امتحان کنیم. دو بار قلب زنی، یک طرف یک دفعه اون طرف، یک طرف هم اومدیم اینجا. و سرش خورد به دیوار فکر. دیوار خورد، دیوار خورد. درد کنه؟ نه انشاءالله نه دستم بودم. چی احساس داری موقعی که قلب میخورم؟ به چی فکر میکنه؟ طرف اولش خودم قلب خود دیگه خود به خود قلب خوردم مری. معلوم نیست دیگه میده قلب دادم مرات این سه جایی را. درست. بخیر باش مادر. یک الحمدلله چی دفعه قلب حالا که خوند دو دفعه قلب حرکت دید. برو تیز. بشین چند دقیقه بشین. جان یک معرفی خود بکنه. محمد الله از ولایت غزنی محترم. محمد الله جان چند روز به هرات اومده؟ یک دو سه روز شاید شبه. دو سه روز. دیگه کجا رفتی؟
نه می زیارت خواجه غلطان آمدیم، خواجه عبدالله انصاری رفتیم. خب موقعی که صف و گذاشتی چی خواندید؟ امو آجی سو گفت اگر همسه قلوالا را بخونین. خب امو دور خود خودتون لول بدن دیگه آمده. خب کم زر می لرزید چی رقمه؟ اون راستی می کم می لرزید بخاطر که می دو دفعه من خودم خودت غلط دادم دیگه، خود از اون مرا دیگه در اینجا دارد. موقعی که دور غلط می داد چی فکر می کردی؟ چی احساس داشتی؟ چی احساس نداشتم سپا مو چیز دیگه مو غلطی دم رفت می چیز دیوانه من نمی واسه دیوار کدام آرزوی هم بکردی؟ آسین آرزو خوبمشو بگی؟ نه آسین نمیشه؟ نه رازه؟ رازه هم خواسته تشکر لالا شم احمد فقری هستم از ایران، شهرستان تربت جان. خب یعنی شما ایرانیه؟ نه خب ایرانی هم. فقری چند روزه به افغانستان آمده کلن به ایران؟ 15 روز هست. 15 روز چه کار میکنیم؟ کجا رفته؟ احمد زیارت خوش غلطان. بله. بعد انصار. بله خوش عبدالله انصار. خوش عبدالله انصار یکی دو جای دیگه هم هست، عبدالرحمن جامی. خب یکی دو جای دیگه هم رفت. در مورد خواجه غلطان چی شنیده بودین؟ شنیده بودم که اول که زیارتیه. خب بعدش هم هر عرضی که برای بخوای یک الحمد سقل و الله بخونی بعد برآورده میشه. الان شما چی عرضی کردی؟ میشه عرضی کردی؟ من گفتم خدا یا تن سالم برای ما بده ایمان قوی. کلن میزبانی مردم اهراد از شما بانوان اشراند ایرانی چیگونه بود؟ خیلی خوبه. خیلی خوب. چیزی که تا نبینی متوجه نمیشه، وقتی ببینی میدونی که خیلی خوبه، مردم خوبی ها، بازارا خوب داره، زیارت ها خوب داره، کلن مردم خوبی ها. قبلا مرزی هم نبود دیگه، رفت اومده راحت بود، این بر اون بر میرفتن میومدن، الان دیگه مرز شده و بسته شده. درست. پیام شما به شهروندان ایران که در مورد افغانستان گپای میشنون از فضا مجازی یا داخل ایران ولی طالب افغانستان نیامده چی پیام داد؟ او چیزی که میشنود تا او چیزی که به چشم خوب ببینی فرق میکنه. من خودم خیلی چیزا شنیده بودم، هم از مردمی هم از دولتی، تا او چیزی که الان اومدم به چشم خود خودیدم زمین تا سمون فرق داره. یعنی مردمی نماز هست، خوب هست، برخورد خوب دارم، حتی همین طالب ها ما خیلی چیزا شنیده بودم، حتی تو بازارها رفته همه جا رفتیم، حتی تا ساعت 2 شب 3 شب هم رفتیم، کسی به ما چیزی هم نگفت، برخورد اینا خود خوب بود. تشکر لالا جان. بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ یحیی ابن عمار سجستانی مشهور به خواجه غلطان ولی، یکی از جمله عرفا علما قرن 5 هجری قمری است و استاد خواجه عبدالله انصاری بوده و در هرات حلقه درس و تدریس داشته. آرامگاه این بزرگوار در شمال شهر هرات در منطقه کوه مختار یا همان نزدیک کوه مختار نزدیک قله الله اکبر در اونجا قرار داره. در بین مردم هرات با نام خواجه غلطان معروفه و روزانه تعداد زیادی از مردم شهر هرات و گردشگرانی که به هرات آمدن از این مکان دیدن میکنن و عقیده دارن که خواجه غلطان ولی یا همان شیخ سجستانی آنها را قلب میده و با آرزویشان در حقیقت میرسن. این در حقیقت نظر به چیزی که استاد فکری سلجوقی هم در رساله مزارات نوشته، این یک تلقین روحی هست. زمانی که فرد سر خود را بر روی اون سنگ سفیدی که گذاشته است میگذاره و میبینن که به خود تلقین میکنه، ابتدا یک سوره حمد و اخلاص میخونه و بعد از اون
خودش نیت میکنه و یک چیز میخواه و عقیده داره که اگر مرد به مثلا قلب داد به فلان سمت برد حتما به خواسته خود یا آرزوی خود میرسون و زمانی که خودش خود قلب میده همان زیر تاثیر میره و از نظر روحی باعث میشه که فرد قلب بزنه و چیز دیگری نیست. برخی ها عقیده دارن که خواجه غلطان ولی اونا قلب میده و برخی ها میگن که اگر قلب نداد شاید که ما به آرزوی خود نرسیم. نه، چون این چیزی نیست و از نظر روحی امروز علم ثابت کرده که شما یک چیزی که به خود تلقین بکنین حتما اون کار میشه. سلام، نام من احمد رشاد است، از ولایت غزنی هستم. احمد رشاد جان، چند تا قلب زدی؟ حساب گرفته نتونستم. موقعی که قلب میزدی نترسیدی که ما بادا به دیوار بخوری؟ ترس که همه باد دیده در وجود ما، لرزه و ترس میترسی نه؟ لرزه از دیگه همون در جان ما. خب در مورد خواجه غلطان چی شنیدی بودی از مردم؟ چی میگفتن؟ قبلا در ولایت غزنی که بودم شنیده بودم که گزارت هست که میرم تو در روی سنگ سارت منگذاره مسئول های نار نگفته بودن میفته روی در دستایت در روی منگذاره اما تو سوره رو میخونه دیگه و در دو دفعه دور میتی دیگه ما اطلاق کده میره هرچی آرزو بکنه دیگه من خواست خدا هم دیگه آرزو کردی نه؟ بلسته آرزو تو خیلی مهم میشه بگیم راز ده پنان باشه بهتر است یه راز بین دو نفر باشه. در کل هرات چگونه دیدی الالشان؟ خب ولایت زیبای است، ولایت بسیار قشنگ کلان است. چند روز میشه که آمدم زیارت خواجه عبدالله انصاری و همین جمع داخل شهر اینا را گشتیم. سال بیراد برد خوش گذشت؟ بله، تا می دو روز سه روز که آمدم بسیار. قصد داری بعدا کجا بری؟ بعدا دیگه بس میرم ولایت غزنی چون درس های ناست از درس ها دیگه خواهد. آبداد تاریخی را تر همه را دیدی مثلا هر بله اختیارتی نه؟ نه تانوز نرفتم اونجا انشالله هم و روزای بعدی دیگه انشالله میریم. تشکر دارم. خواهش میکنم. ولی سامیرزا محمد محمدی باشنده امی ولایت هرات هستم. به مدت تقریبا 4 یا 5 سال میشه که اینجا به صفت ملا امام به می زیارت شیخ یحیی ابن عمر سجستانی وظیفه انجام میتم از ساعت 12:30 بجه با تا با نماز شام خوانده بعدا باز اگر خواست خدا بود میرم به خانه میرم. دیگه شما را خوش آمدید میگم. تیمی از این بزرگوار که است شیخ یحیی ابن عمر سجستانی است. دیگه ای استاد خواجه صاحب عبدالله انصاری مبارک هم است. اینا که وقتی امو به نام کتاب مزارات هرات یک کتاب است چون هدیه اینا یکم هزینه بلندتر است 700-800 امو چاپ قدیمی رو میده به کتابخانه ها چون اونا همی چیای اولی اولا رو همه نمیشته کده و رابطه به زیارت خواجه عبدالله خواجه یحیی مبارک نوشته کرده که خواجه عبدالله انصاری مبارک و دیگه بزرگوارا که اینا را فارغ التحصیل کرده امیت آمده به نام سید کوی سید عبدالله مختار این اینجا بالا شده دیده که امی خاک اولیا و شهر اولیا که هسته همه اولیا بزی ولی الله اولیا الله معلوم شده و شهدا معلوم شده گفته بوده که برای ما بی ادبی است بی احترامی است که ما با پا بروم با پا بروم از اونجا خود غلداده تا امینجا آمده امینجا که میرسیده امینجا جانو به حق تسلیم کرده وفات گردیده. خواجه عبدالله انصاری مبارک سندشان 26 سال بوده که اینا وفات شد باز اونا میگه به دیسی خود اینا را اینجا دفن کرده امی کتاب مزارات هرات میره میگه بعدا باز 59 سال بعد باز اینا اونا فوت شده خواجه عبدالله انصاری مبارک دیگه تقریبا به 422 هجری قمری وفات گردیده است. دیگه حالی که حساب بکنیم 1443 است 1021 سال میشه. دیگه برادر رابطه به آمدن از این زیارت خیلی میایم از ولایت ها از کابل از جلال آباد قندوز مزار قندهار غزنی خوست مراجعین خیلی زیاد داره میایم سه بین اینجا سنگ است می سنگ است تقریبا سر خود میمانه پای راست بالای پای چپ و دستا خود را امیت میگیره یک الحمدلله سه دفعه قل هو الله میخونه و بعدا دو قلم خود میته طرف راست که غلط دیگه میبره یک نیت میکنه خدا برآورده خیر میکنه هر نیتی که داره اون خود اینا میفهمه خدا اینا میفهمه این می غل میخوره میره بعدا از خارج هم میایم
از خارج هم میآید، تقریبا از ایران، ترکیه و از آلمان و امی که مقصد خبر میشن به هرات میآید. اینا باز بعدا همینجا میآید به زیارت خود میرسن. مراجعین خیلی زیاد دارن. و رابطه با سوال دیگه شما بزرگوارا همی هست که بعضی زیارت مبارک خیلی خدمت نشده سه. خدمت نشده چون مراجعین به زیارت بزرگوار خیلی میای مردم، خدمت نشده. هر کسی که میای میتونه خیلی تاسف میکنه. حتی که یک دو پسر و یک پیر بودن از ایران آمده بودن اینجا یک ماه میشه تقریبا قبلا. اینجا که دیدن گفت که مولوی صاحب چرا خدمت بزی نشده، ما گفتم دیگه میرخم است. باز گفت اگر اجازه شما باشه ما یک چند تا جای نماز اینجا به مسجد میاریم. امی اندازه گیری کردن به سبا یک تقریبا 20 متر بود چند بود می جای نماز را آوردن. دیگه حتی که توقع مردم داره که مقصد بزی خدمت شوه و یک استفاده خوب مردم از زیارت بگیره. خب خداوند مشکل کشا است. هر مشکل ما و شما را خداوند جل جلاله حل میکنه. کرامت اولیا هم حق است. دیگه الا این اولیاء الله آیه شریف است. بسم الله الرحمن الرحیم. الا این اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. امی آیات مبارکه با رابطه با اولیاء الله ذکر شده، یاد شده است که به شک خداوند جل جلاله میگه برای اولیاء الله و دوستای خود مهربان است و بلای از اونا هیچ پریشانی و غمگینی و اینها نمیاید. طریقه مسنونه جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلام امی است که باید سلام بتا، السلام علیکم یا اهل القبور سلام بتا. بعدا کتابا میتونه میگه که برادر شگیس به می اندازه میجه بشینه به شکل التحیات، یعنی یک الحمد سی قل والا دیگه هر سوره که یاد داره میره بخونه و دعا بکنه. یعنی طریقه ادبانه مؤدبانه امی هسته. دیگه کوشا جای کوشا معلوم است که کوشا مونجه باید کشیده بشه و بعدا باز بیه داخل. و اینجا پایینم که میه باید نوبت را مراعات بکنه و بسیار با یک اخلاص و چی می بیاسه. خیر دوستان بیننده واقعا فکر نمیکردم که حقیقت داشته باشه و چنین قلب بده، به خاطر از اینکه مد یعنی شخصیتم که همه چیز باید به واقعیت ببینم و اون چیزی که عقلم کار میکنه باید همور بگم که هست عملی کن. امروز وقتی من صرف گذاشتم، وقتی که یک قلط زدم بقیه غلطار فکر میکردم اصلا من نبودم. حتی بعض وقتا خودم مکم میگرفتم که نگاه دارم که نرم میترسیدم که کجا میرم چکار میشه، ولی متاسف فکر میکردم یا خوشبختانه بگم یک کس من حل میده قلب میده بودم. یک تجربه و موقعی که قلب میخوری سر آدم چرخ میخوره و تپش قلب آدم خیلی بالا میره، تون قلب آدم میزنه کار میکنه و بعد از چند ثانیه من فکر کنم شاید همین حال شما ببینید که صورت من زرد شده، این رنگ من بکنده، ولی قراقرا نرمال میشه و تجربه خوبیه. دیگه نمیفهمم. دعا کردم خودم گناه مارو ببخشه و مارو برای راست هدایت کنه، انشالله با ایمان از دنیا بره و خیلی خوبه. امیدوارم که شما بینندگان عزیزم که ویدیو میبینه لذت ببرده باشیم و هر موقع که قسمت بود و به ایراد اومده حتما به زیارت خواجه غلطان ولی بیاییم و از این مکان مقدس دیدن کنیم و این تجربه را با خود داشته باشیم و تا آخر عمر این تجربه از پیش مقوم نمیشه و فراموش شدنی نیه.
و خیلی تجربه جالبیه برای شخصیت انسان که میه وقت قلب میخوره میفهمه که انسان چقدر کوچیکه و چقدر خداوند بزرگه و این همه از معجزات الهیه که برای دوستان خود اهدا کرده. تشکر.